موضوع این گفتار تحلیل وضعیت است، بدون ادعای جامعیت. نکته هایی رو بیان می کنیم که از زاویه هدف بحث به نظر مهم می آید. زاویه ورود به بحث این است که تحلیل رو باید مبتنی کرد بر آنچه از روند جنبش زن زندگی آزادی آموختیم. روشنه که دوره‌های جنبش از نظر اینکه همه نیروها و عامل‌ها از عمق به سطح میان و خودشون رو آشکار می‌کنن، وزن و هیبت خودشون رو، خیلی مهم هستن برای مشاهده تا ما فاکتورهای مختلف رو بشناسیم. در نتیجه رسیدن به یک جنبند مهمه و بر اساس این جنبند میتونیم بسنجیم که تا چه حد تحلیلی که از وضعیت داشته ایم درست بوده. با نظر به پدیده های آشکار شده باید ببینیم که از جنبش چی آموختیم. کلن ببینیم از جامعه چه آموختیم، از جنبش چه آموختیم، در مورد رژیم چه آموختیم. میشود اضافه کرد که در مورد اپوزیسیون چه آموختیم، اما ما به بحث اپوزیسیون خارج از کشور چندان نمی پردازیم. جای بررسی داره اما در اینجا در کانون توجه ما قرار ندارد. ابتدا بیایم بپردازیم به بحث جامعه و اینکه در مورد جامعه الان چی میتونیم بگیم، از جامعه چه آموختیم. یه جا میگیم که مثلا مهری این کارو کرد، حسن اون کارو کرد، یا این گروه این کارو کرد، آن حزب اون کارو کرد. از یک به اصطلاح سوژه ها صحبت میکنیم، از جامعه نمیتونیم اینگونه صحبت کنیم. صحبت میشه ولی خب هیچ دقتی رو نداره، مابزای واقعی نداره. کل جامعه به عنوان سوژه وجود نداره. جامعه حاضر غایبه، مکمل امر سیاسی است. یعنی با هر امر سیاسی پیش گذاشته میشه به عنوان یک افق، به عنوان یک پهنه، اما ما نمیتونیم جامعه رو در کلیتش رصد کنیم. ما از جامعه به عنوان یک پهنه صحبت میکنیم. همگرایی، همردیفی، اختلاف، تفاوت، تقابل، همه جوامع اینگونه هستن، یعنی پهنه هستن که این با این ساختارها رو درشون تشخیص میتونیم بدیم. مشخصه جامعه ایران به عنوان پهنه اینه که به شکل خشن، بارز و رسمی ناجامعه هست، یعنی دربرگیرنده نیست. این جامعه همواره ناجامع بوده، دیس اینتگریتد بوده، اما در رژیم ولایی تبعیض ساختاری و سیاسی یک بُعد ایدئولوژیک هم پیدا کرده که اون جامعیت ادعایی رو کاملا پوچ میکنه. یک نوعی نظام آپارتاید برقراره، تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، مطیع و دیگر اندیش، مرد و زن، ملا و مکلا، خودی و غیر خودی، از این تفکیک ها وجود داره. آنچه که ما آموختیم در مورد جامعه برخی نکاتش این هاست به نظر من. مثل هر جامعه مدرن دیگه عرصه پیش آمده، هیچ پیش آمدی نیست که نتونه به شکل دیگه‌ای بروز پیدا کند، یعنی پیدا نکند، ببخشید، یعنی همواره هر پیش آمدی میتونه به یک شکل دیگه‌ای باشه. خودش یه سوژه درشت نیست به شرح گذشت، یعنی اون رو ما نمیتونیم به صورت یک سوژه یک دست تصور کنیم، مثلا به عنوان ملت.
و نمیتونیم برای توزیع اون روی به قطعات درشت تقسیم کنیم و با این قطعات خیلی درشت کار کنیم. نه ملت، نه قوم، نه طبقه به عنوان قطعه درشت. وقتی که میگیم اینها به عنوان قطعه های درشت، سوژه های درشت وجود ندارند، به این معنی نیست که ایده و آثاری از اونها وجود نداره. در مورد طبقه کارگر به این معناست نیست، به این معناست این حرفی زدیم که نمیتونیم از جنبش کارگری به صورتی صحبت کنیم که گویا با یک کل واحد و یک دست سر و کار داریم. مجموعی از حرکت ها وجود دارند که با هم میان جنبش کارگری رو میسازند و ما وقتی از جنبش کارگری صحبت میکنیم باید این کثرت رو در نظر داشته باشیم. در پرانتز میگم چپ هم بهتر ایده قرن 19 و اوائل قرن 20 طبقه واحد رو کنار بگذاره. از این ایده حزب واحد در اومد. از حزب واحد دولت تک حزبی و باقی قضایا. هنوز این ایده حزب واحد انگیزه درگیری گروه های چپ است. نمیتونن با هم متحد بشن چون هنوز این ایده وجود داره و هر کدوم خودشون رو در مقام ستون اون حزب واحد در نظر میگیره. سوژه ملت هم وجود نداره. این سوژه فقط وجود داره در یک انقلاب ژاکوبنی مثل انقلاب فرانسه که برق بزنه و روی صحنه بیاد و خاموش بشه. چنین انقلابی در ایران در نخواهد گرفت. به شکل ارتجایی و فاشیستی هم در ایران بروز پیدا نخواهد کرد. اون نقشه که راست افراطی با در شکل سلطنت طلب خودش با ایده به اصطلاح انقلاب ملی دنبالش میکنه. البته ملت به صورت ملی میتونه ظاهر بشه، مشخصا به صورت مقاومت در برابر امپریالیسم و دشمن متجاوز مثل جنبش ملی کردن نفت یا حس قوی که واکنش به کودتای 28 مرداد بود. سوژه هویتی قومی هم وجود نداره. قومگرایی اما وجود داره. پذیرش تبعیض قومی و همراهی با تلاش برای رفع آن مستلزم پذیرش یک سیاست هویت نیست. فرض وجود یک سوژه دارای ذات قومی این وسوسه رو ایجاد میکنه در برخی نیروها که سرکرده این سوژه بشن و این باعث درگیری های میشه که ما در روز اول تیر 1402 نمونه ای از آن را دیدیم. درگیری خونبار میان دو گروه موسوم به کومله. اینجا یک اصطلاح رو میتونیم بیایم بگیم که ما یه مشکلی در فرهنگ سیاسیمون داریم، اونم توحیدگرایی، مونیزم. ما لازمه این بینش مونیستی، این بینش توحیدی رو نقد کنیم. از همین بینش توحیدیه که درگیری بین دو گروه کومله در میاد. از این مونیزم، از این بینش توحیدیه که حزب فقط حزب الله در میاد، فاشیزم سلطنت طلب در میاد. همین مونیزمه، همین بینش توحیدیه که مانع وحدت میشه میونه گروه های چپ و جمهوری خواه. این احتیاج به یک بررسی جداگانه داره، نقد بینش توحیدی. اما بپردازیم به جنبش.
کل انرژی جنبش رو، کل انرژی کنشگری رو دیدیم. ما همینیم که هستیم، زورمون همین بود. ولی از طرف دیگه مدام فکر میکنیم چه زمینه قوی وجود داره از نارضایتی. به خاطر این فلاکت، به خاطر این ستم، آیا یک تضادی رو نمیبینیم یا ناهمخوانی نمیبینیم که این فشار، این ناملایمات، نارضایتی اینقدر بالاست ولی در سطح کنشگری با همه انرژی نمیاد خودش رو نشون بده؟ در واقع مسئله اینه که چرا انرژی کنشگری پدیدار شده با انرژی که در عمق جامعه وجود داره همخوان نیست؟ خیلی لازمه به این موضوع فکر کنیم. ما با تزریق شعار و شور و اینا نمیتونیم مشکل رو حل کنیم، یعنی این فاصله رو کم کنیم، از بین ببریم. ما در بخش کنشگری چی دیدیم؟ یه تکثری رو دیدیم در شعارها، در شیوه های عمل، در تشکلیابی. یک دستی در شعارها پدید نیومد، فقط در شعارهای سلبی ما دیدیم پدید آمد. ولی یک شعار واحد وجود داشت، زن زندگی آزادی، که پذیرای تشکل بود و پذیرای تکثر بود. پرسشمون این بود که چرا کنشگری فراگیر نشد؟ اتفاقا تکثر میبایست به این کمک کنه، با توجه به اینکه هر کس میتونست به شکل خودش بر اساس مسائل خودش همدلی نشون بده و چنین چیزی هم بود. اما چرا این انرژی کنشگری از عمق به سطح نیامد؟ این یه پرسش اساسی هست. چه چیزی بازدارنده بود؟ فقط ترس. سرکوب البته خب وجود داره به خشنترین شکلش، اما نمیتونه نشون بده که چرا این انرژی به شکل محدودی در خیابان خودشون نشون داد. خیلی گسترده بود ولی باز نسبت به اون پتانسیل، نسبت به اون کارمایه میتونیم بگیم که کم بود. مردم ترسو نیستن، شجاع بودن و یعنی فقط ترس توضیح دهنده نیست برای این مشکل. شاید غلط نباشه که ما از یک شکافی صحبت کنیم میان عینیت و ذهنیت و بگیم ذهنیت هنوز متناسب با اون عینیت نیست. این به این معنی نیست که مثلا هنوز اکثر مردم طرفدار رژیمن، چنین چیزی اصلا نیست. هژمونی رژیم در هم شکسته، مدت هاست در هم شکسته. منظور از هژمونی به زبان ساده اون چیرگی معنوی است که یک قدرت یا یک حزب یا یک فکر پیدا میکنه. بد نیست از این اصطلاح استفاده کنیم و بپرسیم اکنون هژمونی با کیست یا با چیست؟ مثالی بزنم از نحوه کاربرد این اصطلاح. گاهی به پیروی از آنتونیو گرامشی، فیلسوف کمونیست ایتالیایی، از هژمونی دموکراتیک صحبت میشه که منظور از هژمونی دموکراتیک توهم کارگران در این باره است که گویا در کشورهای سرمایه‌داری با نظام لیبرال با سازوکار دموکراتیک قانونی میشه وضع رو تغییر کرد، مثلا با رأی دادن.
یعنی این باور درونش بوده و افراد دنبال یک الترناتیو برای تغییر نمیگردن. ما شاید بتونیم از هژمونی بیچارگی صحبت کنیم، یعنی ترکیبی از استبداد و فلاکت، ترکیبی از گرفتاری و ناامیدی، نداشتن چشم‌انداز بهتر، باور به اینکه وضع میتونه بدتر بشه، عادت به این و نهایت تلاش روزمرهمون برای اینکه وضع بدتر نشود. فلاکت به نوعی همدست شده با ستمگری، با استبداد برای تداوم وضعیت. یعنی فلاکت باعث نشده که زور جنبش بیشتر بشه، برعکس باعث شده زور جنبش کم بشه. زیر هژمونی یک حزب، یک نیرو، یک فکر بودن حتما به معنی مجذوب اون فکر شدن نیست، به معنی رضایت خاطر نیست، سازش نیست. تن دادن و چاره دیگر نداشتن هم یک جور هژمونی هست. خوشنودی از وضعیت و اعتقاد به یک کیش و آیین یک چیزه، نگرانی از آینده و نداشتن چشم‌انداز و چاره‌ای ندیدن جز تسلیم و انتظار یه چیز دیگه است. هنوز عده‌ای از رژیم پیروی می‌کنند، همچنان به دلیل اعتقاد مذهبیشون. تعداد اینا خب خیلی کم شد. عده امتیاز میگیرن و امتیاز حلقه وصلشون هست به رژیم. اعتقاد دینی و امتیازوری هم بعضی وقتا با هم دیگه کاملا ترکیب میشه. هسته سخت رژیم با چنین ترکیبی استوار شده. این حس بیچارگی که ازش صحبت کردیم میتونه درونی بشه، میتونه ذهنیت رو بسازه و فرد رو از عمل و مقابله باز بدارد. طبعا این حس در همه یکسان نیست. برخی ها ممکنه بگن که همین که داریم خوبه و نباید خطر کنیم که از دستش بدیم، مثلا بخش بالایی طبقه متوسط. عده هم ممکنه بگن چیزی نداریم، اما از این هم میتونیم بدبختر بشیم. ما با این مشکل نمیتونیم مواجه بشیم با دادن برنامه خوب، منشور خوب، وعده های خوب. مسئله رو با اراده نمیشه حل کرد. خیلی خوب برنامه و چشم‌انداز کار کنیم، ولی تصور کنیم که یک برنامه خوب یا یک چشم‌انداز، ترسیم یک چشم‌انداز یا یک منشور میتونه یک دفعه همه رو به هیجان بیاره و بگه دیگه ما میدونیم راه چیه. چنین چیزی نیست. خب ما افراد معینی رو میتونیم خیلی روشون تأثیر بگذاریم، به عنوان مثلا یک مبلغ، به عنوان یک مروج، یعنی مورد یک خطاب هژمونیک قرار بدیم. مثلا دانشجوان رو یا کارگران جوان رو، اونایی که هنوز در زندگی در یک موقعیتی قرار دارن که فکر میکنن میشه بهترش کرد، میشه عوض کرد. اینا هنوز آماده خطر کردن هستند. اما یک کارمند یا کارگر دارای خانواده ممکنه با تغییر همدلی داشته باشه،
حتی ممکنه در خیابان شعار هم بده، اما برای اعتصاب سیاسی پیشگام نخواهد شد. اعتصاب سیاسی میگم، نه اینکه در آینده نخواهد شد. الان در وضعیت ما دیدیم که اعتصاب سیاسی خیلی محدود تأثیر خودشو نمود پیدا کرد، خیلی محدود، نمود محدودی داشت. در زمان شاه در دوره انقلاب وضع فرق میکرد. یکی از ارکان هژمونی شاه این بود که وضعتون بهتر میشه. این درونی شده بود حتی برای مخالف ها که وضع بهتر میشه، یعنی یک امید وجود داشت و نیروی مخالف هم میگه وضع بهتر میشه، من خیلی بهترش میکنم و این وضع خوب نیست. ولی این امید که میشه وضع رو بهتر کرد در همه وجود داشت. وضع بهتر میشه، این درونی شده بود. این هژمونی وضع بهتر میشه در وقتی که وضع بد شد در برابر خود شاه قرار گرفت. در سال 55 به بعد نتیجه این شد که مردم گفتن وضع بهتر میشه ولی شرطش اینه که شاه برود. بحران رژیم رو فلج کرد، رژیم از خود ضعف و درماندگی نشون داد، به خاطر بی بنیاد بودنش از درون پاشید و این اعتقاد که شاه باید برود و نفس نبودن شاه به معنی وضعی بهتر است فراگیر شد. در وضعیت کنونی وضع از همین که هست میتونه بدتر بشه و دوباره یا یک شورش موضعی پیش بیاد یا یک اعتراض که تبدیل بشه به برآمد یک جنبش که معلوم نیست باز عاقبتش چه باشه. یعنی در آینده، همین آینده نزدیک، ما ممکنه هم 96 و 98 رو داشته باشیم یا 1401 رو. گفتیم که در عمق جامعه یک پتانسیل بالای ستیهندگی وجود داره، مثل اون قلب آتش نشان که هر از گاهی خودشو نشون میده، نمود بیرونی پیدا میکنه. روزمرگی ایرانیان در حال حاضر با اعتراض درآمیخته، در صف، در خیابان، در تاکسی، در اتوبوس، در اداره، در بیمارستان، در هم بلوچستان، کردستان، نقاط مختلف ایران، سر مسئله آب، سر مسائل مختلف، ما جزء ثابت زندگی ما شده این اعتراض های روزمره و مقاومت روزمره. علاوه بر اون ما یه زنجیره به نسبت بی‌گسستی داریم از شورش ها و جنبش. ما شورش های متعددی داشتیم بعد از انقلاب، مثلا در دهه 1370 در واکنش به اون به اصطلاح تعدیل ساختاری در دوره سازندگی پس از جنگ توی مثلا قزوین، مشهد، عراق، شیراز، زاهدان، زنجان شورش داشتیم. از
اعتراض های شورشواری که خوب به خاطر مونده حتما دی 96 است و آبان 1398. ما از شورش ها حوادث به یادمون میمونه و احیانا نام کشته شدگان یا شکل سرکوب، اما در مورد دسته دیگه از حرکت های اجتماعی که بهش میگیم جنبش چنین نیست. اینا بهتر به خاطر میمونن. چرا؟ چون فرهنگساز هستند. در جنبش یه شبکه از همکنشی ها شکل میگیره و بعد شکل های از گفتار و رفتار از اینجا به اونجا، از این محله به اون محله، از این شهر به اون شهر، از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این کارخونه به اون کارخونه سرایت میکنه و یه هویت جمعی شکل میگیره و این هویت با شعارهای خاص خودش، با الگوهای رفتاریش، با آثار هنریش و نظایر اینها تثبیت میشه. جنبش سبز و جنبش زن زندگی آزادی چنین مشخصه هایی داشتن، ولی این جنبش ها دیدیم یه شروع داشتند، اوج گرفتند و بعد به تدریج فرود آمدند. پرسش این هست که چرا پیش نرفتند؟ چه عاملی باعث شد؟ در غرب از اواخر دهه 1960 از این مقوله صحبت میشه به اسم جنبش های نوین اجتماعی. جنبش های زنان، جوانان و دانشجویان، جنبش های زیست محیطی، دگرباشان جنسی رو معمولا به عنوان نمونه های شاخص این جنبش های نوین نام میبرند. عده‌ای این جنبش ها رو به طبقه متوسط نسبت میدن و میگن این طبقه متوسط در غرب اساسا نیازهای اصلی اقتصادیش برطرف شده و اکنون نیازهای دیگه‌ای براش مطرحه و به این خاطر گاهی از این جنبش ها زیر مقوله پست ماتریالیزم نام میبرند، به معنی فراتر رفته از نیازهای مادی. یعنی در این تقسیم بندی طبقه کارگر رو با ماتریالیزمش مشخص میکنن و طبقه متوسط به اصطلاح با فرهنگ رو با نیازهای فرامادیش، با پوست ماتریالیزمش. دقیق نیست این تقسیم بندی، حتی تحریف کننده است. اصلا تقسیم بندی مادی، معنوی، اقتصادی، فرهنگی تقسیم بندی های خوبی نیستن در مقیاس اجتماعی. تقسیم بندی میان طبقه میانی و طبقه کارگر نادرست نیست، اما همچنان باید منظور بشه، اما با اما اگرهایی که الان فرصت پرداختن به اون رو نداریم. جنبش های نوین اجتماعی صحبت کردیم، ما گفتیم که مثلا جنبش دانشجویی رو جزء این میگذارن، ولی ما در ایران از دیرباز، تقریبا از همون آغاز تأسیس دانشگاه، جنبش دانشجویی داشتیم. خود 16 آذر در مقیاس جهانی در اون سال 1332 یک حادثه برجسته است و نشون دهنده پیشرو بودن جنبش دانشجویی در ایرانه که مدت‌ها بار اصلی ستیهندگی، یعنی ستیز با قدرت حاکم رو بر دوش می‌کشید و هنوزم تا حد زیادی این گونه است. مدت‌ها جنبش دانشجویی در زمان شاه و در دوره‌های در زمان ملاها ستون
جنبش مقاومت بوده. در ایران جنبش زنان هم تاریخمنده و هر نسلی اون رو به شیوه خودش پیش برده، اما این جنبش از دهه 1370 به بعد حدوداً میتونیم بگیم با شکل‌های نوینی از مقاومت گسترش یافت. به ویژه دختران جوان مبتکر الگوهای از رفتار و مقاومت شدند که سرایت پیدا می‌کرد. یعنی از همدیگه یاد می‌گرفتند، از تغییر خاصی در کفش و لباس تا شیوه رو در رویشون با اتوریته های کنترل کننده در مدرسه یا در خیابان. به نظر من این جنبش شروع کننده آن چیزی است که میتونیم بهش بگیم جنبش نوین اجتماعی. تلاش هایم برای برانگیختن جنبش زیست محیطی هم صورت گرفته که آینده خوبی دارن، اما هنوز گسترش پیدا نکرده. در مورد دیگر باشان هم همینطور. ولی قلب و بنیاد جنبش نوین اجتماعی جنبش زنان است در ایران. جنبش سب جنبش بود، هویت جمعی و الگوهای رفتاری هم در شکل گرفت. ترانه، ادبیات، سمبول‌ها اینا و بعد تداوم یافت، دراز نفس بود و هنوزم فراموش نشده به خاطر سمبول‌هاش. جنبش زن زندگی آزادی هم چنین خصلتی داشت، از برخی جهات از جنبش سبز هم فراتر رفت. جهت اصلی سمت ستیهندگی اون بود، ستیهندگی در برابر کل حاکمیت. به هیچ رو یک جنبش طبقه متوسطی نبود. البته افراد به ویژه جوانان از طبقه متوسط فقیر و فقیر شونده در اون خوب نقش فعالی داشتن، اما بررسی های میدانی از جمله بررسی های درون زندان نشون میده که بخش بزرگی از دستگیر شدگان جوانان بیکار، فقیر و متعلق به محله های فقیر بودند. جنبش زن زندگی آزادی با قانونی شدنش مسئله زن در اون به راستی میتونه فراز اصلی جنبش های نوین اجتماعی در ایران خونده بشه. این جنبش برآمد حرکت های پیشین بود. فعالان اون کسانی بودند که بر هراس و ناامیدی غلبه کردند، اون هراس و ناامیدی که به این صورت قابل بیان هست: وضعمون از این که هست میتونه بدتر بشه. کنشگران زن زندگی آزادی این هژمونی بیچارگی رو در هم شکستند. جنبش سبز متصل به جناح اصلاح طلب حکومت بود. البته همه شرکت کنندگان در اون اصلاح طلب حکومتی نبودن. جنبش زن زندگی آزادی در برابر کل رژیم قرار گرفت. انقلابی بود، اما به انقلاب راه پیدا نکرد. از میانه جنبش به بعد همه این آرزو رو داشتیم که کاش به اعتصاب سرتاسری متصل بشه تا به یک مرحله کیفی گذار کنه، و این پرسش مطرح بود که طبقه کارگر
به عنوان طبقه کارگر، نه به عنوان افراد در خیابان، بلکه به عنوان طبقه، کی به این میپیونده؟ این پرسش خیلی مهمی هست. در مورد جنبش پس خلاصه کنم که این جنبش طبقه متوسطی نبود، بیشتر به اخشار قشرهای محروم نزدیک بود. خیلی مهم پلورالیزم اون و یک جایی بود که دیگه نتونست گسترش پیدا کنه، یعنی نیروگیری نکرد. به چه مانعی برخورد کرد؟ فقط اون سرکوب نبود، مهمترین مانع اون چیزی بود که در این گفتار اسمش رو گذاشتیم هژمونی بیچارگی. هژمونی بیچارگی محدودیت ایجاد کرد. حالا این پرسش مطرح است که آیا همیشه اینطوری میمونه؟ ما همواره بیچاره میمونیم؟ چه کار میتونیم؟ چه میتوان کرد؟ خب بپردازیم به رژیم. دیدیم که در هیچ جناحی همدلی با مردم سرکوب شده وجود نداشت. فقط برخی وقتا تذکرهایی داده می شد از سر احتیاط و عاقبت‌اندیشی و فرصت طلبی. رژیم در مجموع یک دست موند. گاهی نوسان زد، برخی افراد می دیدیم یه ذره صداشون لرزیده، ولی در مجموع یه خط رو پیش بردن، سرکوب قاطع. اینه که جنبش در درون رژیم چه نگرانی های ایجاد کرد و در دل برخی از عناصر اون آیا تردید ایجاد کرده نسبت به عاقبت کارشون یا نه، بعدن خواهیم فهمید. الان هم خیلی برامون مهم نیست. یک دست در مجموع عمل کردن و سرکوب کردن. کلن از جمهوری اسلامی اینو میشناسیم که وقتی وضعیت پیچیده میشه و رژیم ندونه چه کار بکنه، پیچیدگی رو فرو میکاهد و ساده میکند، اونم با معیار امنیتی، و فورا راه سرکوب رو پیش میگیره. همواره اینجوری بوده. الان وضع رژیم از همه اوقات بدتره. کافیه فقط همین نشریات و رسانه های داخل رو بخونیم، میبینیم که وضع چگونه است. از ادبار و فساد و تباهی در مجموع آشکار یا بین سطور صحبت میشه، اما رژیم کوشش میکنه هر جور شده بر اوضاع مسلط بشه. به این خاطر به فکر حل مشکلاتشون با جهان افتاده، به کمتر از برجام هم دیگه رضایت خواهند داد و فکر میکنه که اگر وضع اقتصادی رو در حد کاستن از میزان تورم بهبود ببخشد، فرصت پیدا میکند برای حل بقیه مسائل. مسئله جانشینی در کرسی رهبری، برای کرسی رهبری خب خیلی برای رژیم مهمه و اینم مسئله است که رهبر فعلی حتما چاره برای اون اندیشیده، چون از خامنه این رو میدونیم که در همه امور دخالت میکنه و این مسئله طبعا در رأس امور قرار داره. خیلی مهمه که ما در بررسی هامون دولت رو در شکل طبقه حاکم در نظر بگیریم. یعنی
مجموعی از امتیازوران و بهره‌کشان که بر پیوند ارگانیکشون با دستگاه کاملا آگاه هستن، جزی از دستگاه هستن، خودشون هم فرمانده هستن، نفع هم میبرن. در زمان شاه اون بخش بوروکراتیک طبقه حاکم یه روحیه دیگه داشتن، موقعیت خودشون رو به سختی به دست نیاورده بود و عمدتا هم میتونستن یک آینده رو بدون شاه هم تصور کنن، اونم در خارج از کشور ذخیره کرده بودن. طبقه حاکم کنونی اینطوری فکر نمی کنه، امتیازها رو واگذار نخواهد کرد، بسیار سرسختانه از موقعیت خودش دفاع خواهد کرد. یعنی اینطوری نیست که زمانی یک هواپیمایی از لس آنجلس یا واشنگتن طبقه حاکم آلترناتیو رو ببره تهران و پیش از اون با یه هواپیمای مثالی طبقه حاکم خارج شده باشه، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. در ایران کلن گرایش به خلاصه کردن رژیم در ولی فقیه و یا اینکه در ولی فقیه به علاوه چند تا چهره دیگه خیلی مرسومه و این باعث میشه که ما اون طبقه حاکم رو نبینیم و کلن ماهیت طبقاتی دولت رو در نظر نگیریم که کلیدی هست برای تحلیل. دولت حافظ یک نظام امتیازوریه و به این شیوه هم عمل خواهد کرد. در زمان شاه هم چنین بوده و اما عناصر کلیدی اون دستگاه بخش مهمی از امتیازهایی رو که گرفته بودن به گونه ذخیره کرده بودن که میتونستن تصور کنن رژیم هم فروپاشد خانه خراب نمیشد. ولی اینا نگران خانه خرابی هستند و این مسئله امتیازوری تنها به طبقه فرادست محدود نمیشه. قشر وسیعی از رژیم امتیاز گرفتن، مثل از مدرک تحصیلی بگیریم تا پست و مقام و امتیازهای اقتصادی، و به رژیم به عنوان ولی نعمت خودشون نگاه میکنند. برنامه این رژیم در حال حاضر آنچنان که در این سند برنامه هفتم توسعه میبینیم، تداوم این به اصطلاح نئولیبرالیسم تحت امره، یعنی نه آزادسازی و واگذاری بلکه امتیاز دهی تحت کنترل و یعنی خصوصی سازی، خودی سازی، مقررات زدایی و این کارا رو همه رو میکنه برای کسب بودجه، برای راضی کردن طبقه حاکم و تصورش از گسترش از پایگاه از طریق کاهش تورم و ایجاد شغل. ما مسلماً پیچ‌های مهمی رو سر راه خودمون داریم. عنقریب به زودی موقعیت‌هایش اعتراضی و شورشی پدید میاد که گسترش اون بستگی داره که این اعتراض‌ها به هم پیوند بخورن و رزونانس داشته باشن، یعنی برهم افزایی بکنن یا نکنن. و برای سرنوشت رژیم هم این مهمه که میتونه یک دسته خودش رو حفظ کنه یا دچار چند پارگی خواهد شد. دو پرسش اساسی مطرح هستند که آینده
در گروه پاسخیه که این دوتا پرسش پیدا میکنند. رژیم تا چه حد میتونه انسجام خودش رو حفظ کنه و جنبش ضد رژیم آیا میتونه وارد یک پویش برهم افزایی در هم شکننده بشه و اگر آری چگونه؟ در مورد پرسش دوم اول این توضیح رو بدم. این مسئله برهم افزایی یا رزونانس، شورش ها حادثه های کمابیش یکتا هستند، شروع میشن و پایان پیدا میکنن، نه یک روز، ممکنه یه هفته دو هفته هم حتی طول بکشه. طول و بازتابی که پیدا میکنن بستگی به اون انرژی درونیشون داره که در اصل در تابع اینه که چه جمعیتی رو با خودشون همراه کنن. جنبش اما با تنین افکنی و برهم افزایی با رزونانس همراهه. ما در نمونه قیام ژینا به خوبی دیدیم، در تهران یه حرکت کوچیکی شروع شد که میتونست ادامه پیدا نکنه اگر جرقه اصلی در گورستان سقز زده نمیشد. فوراً حرکت سقز تنین افکن شد در شهرهای کردستان، در تهران و در شهرهای دیگه. این برهم افزایی، این حرکت بهمنوار آغاز شد. در نهایت امید این بود که ما یک اعتصاب های گسترده ای رو ببینیم در بازار، در کارخونه و در اداره و در دانشگاه. ما دیدیم، ولی مثلا نمونه بازار رو در به شکل محدودی در چند روز در دوره های مختلف در کردستان عمدتا دیدیم، ولی پدیده اعتصاب آنگونه وصل نشد به جنبش. همون موقع حرکت وجود داشت، حرکت‌های اعتصابی کارگری و حرکت‌های اعتراضی در میان معلمان. بعدش هم ما حرکت‌های اعتصابی به نسبت وسیع داشتیم بعد از افت جنبش، ولی اینا اعتصاب‌های آشکار و سیاسی نبودن. برگردیم به پرسش اول، رژیم تا چه حد میتونه انسجام خودش رو حفظ کنه. ما در میونه در مورد از میون رفتن انسجام در ایران معاصر دو تا تجربه رو داریم در دوره اخیر. البته یکیش رو در نوع اول رو دیدیم در انقلاب 57 به صورت فروپاشی از درون، ناتوانی و فلج شدن با یه سرعتی عکس سرعت برهم افزایی. یعنی این برهم افزایی جنبش هرچی بالا رفت، این گسست بیشتر شد، یعنی انسجام کاسته شد. یعنی برهم افزایی به سمت بالا، گسست بالا، میتونیم فرض کنیم یا بگیم انسجام کاسته شد. یه جور دیگه ما دو دستگی رو دیدیم در جنبش سبز. دقیق معلوم نیست که ما در آینده شاهد چگونه گسستی در رژیم بشیم، از نوع دوره شاه یا از نوع جنبش سبز در یک شکل دیگه.
خیلی چیزا هم بستگی به برآمد جنبش داره و این پویش برهم افزایی اون. از یک نقطه به بعد همه چیز تابع اون میشه که آیا رژیم میتونه به سرکوب ادامه بده، یعنی اینکه آیا میتونه انسجام خودش رو حفظ کنه در برابر جنبش یا نه. پس ما باید فضا رو در نظر بگیریم. یه بودش بود زمانه، همه جنبش ها با یک بود زمان مشخص میشه، یعنی شروعی دارن، پایانی دارن، نقاط عطفی دارن که اینا ما در روی بردار زمان میتونیم نشون بدیم. یک بودش میزان بی‌نظمی و گسستگی در درون سیستم حاکم هست. یعنی انسجام در مفهوم منفی، منفی انسجام که میگیم گسست. و یه بوده دیگه انرژی حاصل از برهم افزایی در جنبش است. در یک حالت ایدئال ما یه نقطه بدون بازگشت داریم که در گرافیکی که میبینید روی صفحه با یه نقطه قرمز مشخص شده، همینطوری فرضی. یعنی برهم افزایی تا جایی رسیده و نظیر اون گسست و بی‌نظمی در درون رژیم که ما میرسیم به یه نقطه بی بازگشت، دیگه جنبش میره پیش. ما این رو شاهد بودیم در انقلاب 1357 پس از تظاهرات عظیم آخر تابستون و اوایل پاییز، یعنی که بعد پایان کابینه شریف امامی و اون نطق مشهور شاه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم، که در واقع نطق از هم گسستگی بود و این نقطه عطف تبدیل شد به دنبال اون برهم افزایی که در اون تظاهرات دیدیم. در گرافیک هم که میبینید یه حجم دیده میشه. کلن انقلاب یک حجم بزرگ میخواد، با حجم کوچیک نمیشه انقلاب کرد. ما در جنبش سبز به این نقطه بدون بازگشت نرسیدیم، اما ممکن بود به یه نقطه کیفی برسیم که در اون سرنوشت نظام عوض بشه و اگر می آمدن و زیر فشار جنبش انتخابات رو باطل می کردن مسائل می افتاد در یک مدار دیگه ای و یک دینامیزم دیگه ای پیدا می کرد. این مثال رو میزنم از این نظر که ممکنه که ما نقطه بدون بازگشت، اون نقطه عطف، حتما انقلاب نیست، بلکه میتونه رفتن به یک مدار دیگه است و بعد فضاهای باز میشه و امکانهای دیگه و یک پویش دیگه شروع میشه. دنده عوض میشه، دنده جنبش عوض میشه، میتونه بره توی دنده پرشتاب داری. در جنبش زن زندگی آزادی برهم افزایی پیش رفت، اما ما گسست ما
مهمی رو در رژیم ندیدیم. برای اینکه این گسست شکل بگیره میبایست جنبش میرفت به مدار بالاتر، یعنی میرسید به مرحله اعتصاب سرتاسری که نرسید و اینجاست که دوباره برمیگردیم مشکل کجا بود. ما از هژمونی بیچارگی صحبت کردیم و گفتیم که برهم افزایی این رزونانس یک حدی داره که اون حد رو هژمونی بیچارگی تعیین میکنه. بیچارگان علارغم همدلی با جنبش در اون شرکت فعالی نداشتند. حالا اگر یک نفر بیاد بگه که اگر ایکس رخ بده وضع بدتر خواهد شد، وضع بهتر خواهد شد، اگر بگه اگر ایکس صورت بگیره وضع بهتر خواهد شد، این جمله رو توجه کنید، اگر ایکس شود وضع بهتر می شود. چنین کسی در ایکس یک چاره ای دیده. اگر ایکس رخ بدهد، اگر ایکس پیش بیاید، برای این فرد هژمونی بیچارگی در هم شکسته شده. خب پس ما باید بپرسیم چیست این ایکس؟ یا باید جنبش چنان نیرومند بشه که این ایکس گذشتن از یک آستانه باشه. که در این حالت این فرد ما بیاد بگه که این جنبش داره پیروز میشه، این جنبش وضع رو عوض خواهد کرد. میشه بهش امید داشت، میپیوندم به این جنبش، علارغم اینکه روزهای سختی رو خواهم داشت، علارغم مخاطرات، ولی این کار باید بشه. یک حالت اینه. یک حالت اینه که این جنبش نیرومند یک شکافی هم در درون حاکمیت پدید بیاد و مثلا بخشی از حاکمیت با اعتراض ها همدلی نشون بدن. همینطوری فرض میگیریم. در این حالت هم باز فرد مورد نظر میگه اگر اون دست بالا رو بگیره وضع بهتر میشه. در این حالت هم باز از بیچارگی به باچارگی میرسه و یک وضع و پوزیشن دیگه رو پیدا میکنه در خیابان. اما این شکاف در درون حاکمیت اگر پیش بیاد، ما وارد یک پویشی میشیم که نمیدونیم عاقبت اون چیست. هم معادلات در بالا به هم میخوره و هم در پایین و ما نیاز به تحلیل مشخص از شرایط مشخص داریم. من فقط فرض‌های مختلف رو، حالت‌های مختلف رو مایل بودم بررسی کنم. برهم افزایی یعنی اون قدرتگیری جنبش، اون صعود جنبش، در نهایت همه چیز بستگی به اون داره. این رو فقط با اراده نمیشه پیش برد. البته اون چی که میشه
پیش برد و همواره لازمه و کیفیت و قدرت جنبش رو بالا میبره آگاهی و تشکل هست. تشکل ذخیره‌گاه انرژی هست و تجربه. در مورد تکثر ما صحبت کردیم. بر هم افزایی با وحدت کلمه صورت نمیگیرد. این خیلی مهمه. بر هم افزایی پذیرش تکثر است. پذیرش پلورالیسم است. ما هنوز در زمینه بهره برداری از تکثر، یعنی اون نیروهای گوناگونی که وجود دارن و در به جنبش میپیوندن، تجربه نداریم و به خاطر اون فرهنگ توحیدگرایی که داریم، فرهنگ سیاسی مونیستی که داریم، به سمت وحدت کلمه میریم که با تکثر نمیخونه. در خارج از کشور توحیدگرایی که نیروی راست افراطی سلطنت طلب پرچمدار اون بود خیلی به جنبش در خارج از کشور ضربه زد. این موضوعی رو که زیر عنوان هژمونی بیچارگی مطرح کردیم از لحاظ دیگه هم مهمه توجه به اون، که بیچارگی همواره به بیعملی منجر نمیشه، یعنی همواره انفعال نیست. ممکنه به صورت امید بستن به قدرت خارجی که بیاد بمباران کنه و درست کنه همه چیز رو، ویران کنه بعد یه کاریش میکنیم. ممکنه به صورت امید بستن به قدرت خارجی باشه یا یک رهبری مقتدر، یک نظامی، یک چکم پوش، یا کسی که چکم پوشان دورش رو بگیرن. ممکنه امید بستن به این هم باشه از سر بیچارگی. بیچارگی ممکنه افق دیدش در حد زندگی نرمال باشه و به هر تغییری در رژیم هم تن بده که بگه من برای شما زندگی نرمال میارم. پس خیلی مهمه که ما بدونیم که بیچارگی به چه می انجامد. یعنی فقط انفعال نیست و ممکنه که تبدیل بشه به نیروی اقتدارگرایی و راه حل‌های فاشیستی.